یه کارگاه رو دادم بهش، گفتم دیگه نمیخوام بگی برد. راجب داداشم حرفی نزد؟ نموندم که حرفشو بشنم. به مامانم چی باید بگم؟ به نیلوفر، به روژین. باید برم. کجا؟ یه جایی که هیچ کس نباشه. تقصیرت منی سرمه. مطمئن نیستم. شاید منم یه جایی، یه موقعی، یه حرفی زدم، یه کاری کردم که هاشمو به اینجا رسوندم. میخوام خطمو عوض کنم. بهت زنگ میزنم. منو در جریان کارا بذار. نذار خونه داداشم پایمال شه. کجا داری میری؟ خونه مامانه. بایستا من میرسونم. خودم میرم. چرا خیر کردی اومدی خونه ما؟ ناراحتی یا اینسی که من اومدم اینجا؟ نه میگم دوست داری امشب تو اتاق خود بخوابی. اون اتاق دیگه مال من نیست که، مال تو. خب پس بیا امشب دو تای تو اتاق من بخوابی. خوش کاش با هم بود اتاقم. روژین جان، یه ببین مامانت چی کارت داره. پس بعدش بیم. مامان جان، نمیگی چی شده؟ زنگ بزنم به هاشم؟ نمیگه هزار جور فکر و خیال میاد تو سرم؟ اون به من اعتماد کن، من کار اشتباهی نمی کنم. فقط میخوام بفهمم آدمی که باشه ازدواج کردم واقعا چه جور آدمیه. هاشم کار بدی کرده؟ الان نمیتونم چی بگم، فقط برام دعا کن. Thank you.
من سر خونه اسماعیل معامله نکردم. اصلا نمیخواستم کار به اینجا کشیده شه. اسماعیل سر خود عمل کرد. فقط میخواست من از زندان بکشه بیرون. خواست لطفی که در حقش کردیم و جبران کنم. اسماعیل کجا میدونست که اون سیدی تو ساکه توه؟ مجدی و نگهدار کجا میشناخت که باهاشون معامله کنه؟ اولی سیدی در کار نبود. یه فیلم بود تو گوشی. گوشی هم تو کیف بود. اسماعیل وقتی فیلم رو دید نگهدار شناخت. قبلا تو قمارخونه شعبون دیده بودش. بدون اینکه من بگه رفت سراغ شعبون رو بشناخت. بعدم با نگهدار رفت تو معامله. نگهدار وقتی فیلم رو دید آدماشو تو زندان فرستاد سراغه. یه تیغی گذاشتن زیر گلوم. هم گفتن اگه فیلم ها تحویل ندی هم خودتو میکشی، هم رفیقتو، هم زنت. سر همین قضیه هم درخواست ملاقات داد. به اسماعیل گفتم هرچی سریع تر فیلم رو تحویل بده خودت هم از این قضیه بکش بیرون. اسماعیل هم تحویل داد. ولی قبل اینکه تحویل بده یه کپی از روش برداشت. بعد از یه چاقو خوردنم اومد توی بیمارستان زیده گوشم گفت یه کاری میکنم پشیمون بشن. من گیج بودم نفهمیدم منظورش چیه. بعد اینکه خبر مرگش رو بردن دوزاری گفت. حالا انصاف بده، من چه کاری از دستم برمی اومد؟ من اون تو زیر تیغ بودم، چیکار میتونستم بکنم؟ اینقدر بهم دروغ گفتی که حتی این حرفاتم برام بی‌معنیه. من به تو نقمه دروغ گفتم، خواستم از جونتو مراقبت کنم. من جونتو رو قسم خوردم چون میدونستم یه قسم نخورم باور نمیکنی. میری دنبال ماجرا. فعلا لازم بود یه سرنخ پیدا کنی که مابست بشه این اسماعیل. چاره دیگه نداشتم سهراب، این آدمای خطرناکیان. اون وقت با یه عده جونور خطرناک که دستشون به خون آدمای بدبختی مثل اسماعیل الله سم دست شدی. من نمیدونستم. سراب دارم میگم نمیدونستم. ای وایس دیگه. نگو نمیدونستی. وقتی میلیون میلیون پول میومد تو حسابت یعنی میدونستی، خوبم میدونستی. کی واردات چرمو میسپره دسته یه الف بچه به ازای هر پارتش هم حسابشو پر پول میکنه؟ خوی تو زدی به نفهمی چون بوی پول خورده بود به دماغت. هاشم اونجا داره میری؟ صبر کن ببینم. صبر کن دفاع کنم از دقل. چه دفاعی داری بکنی؟ اسماعیل رو کشتن، افشار پای چوبه داره. خاک مادرم، من قضیه افشار رو نمیدونستم. فکر میکردم نگهدار ماجدی آدمای افشار، همه چیز زیر سر افشاره. بعدش که گرفتنشی بازم نفهمیدی دورش زدن؟ ده فهمیدی بدبخت ترسو، فهمیدی و جلوی قاضی شهادت دروغ دادی، گفتی که اسم افشار اولین بار را دهن ساکت شنیدی. تو جای من بودی چیکار میکردی ها؟ وقتی چاقو گذاشتن زیر گلو چیکار میکردی؟ من میمردم ولی پای حکم مرگ بقیه را امضا نمیکردم. تو من چی میخوای سهراب؟ میخوام برام خودم لو بدم؟ اگه ندم چی؟ بینی لو میدی؟ انقدر متنفر شدی؟ تو میخوای زندگی من نابود بشه؟ به چه بهایی؟ به بهای آزاد شدن یه قاتل، قاتل مادرت، کسی که یتیمت کرد. تو از من چی میخوای؟ میخوای به خاطر تو بذارم یه آدم بیگناه بر بالای چوبه دار؟ بیگناه تو مادرت تو؟ تقاسم گناه خودم ازش میگیرم. هرچند که حالا مطمئن نیستم کارمون بوده باشه. اما تو فکر نمیکردم اینقدر پست شده باشی که بخوای واسه توجیه کثافت‌کاری‌هات از گذشته من استفاده کنی. چی داری میگی تو؟ خودت نبودی همیشه میگفتی دستم بهش برسه تلافی میکنم؟ اینجوری؟ با نامردی؟ نامردی رو با نامردی جواب داد. گم شو برو بیرون. از این خونه گم شو برو بیرون هاشم. سارا واکن. سارا واکن. باستان رفاقت همون. یادت رفته؟ من از داداش به تو نزدیکتر بودم. همیشه تو از خودم بیشتر دوست داشتم. هنوز هم همینطوره. حق با توه. ولی من دیگه راه برگشتی ندارم. راه برگشت من یعنی زندان. یعنی از دست دادن زندگیم.
دست دادن تو، نغمه، خاله پوری، آخندان، کارگاه، بچه ها، همه چی، همه کس. حق من این نی سراب تو خواهید بودی و دیدی من چقدر زجر کشیدم، دیدی چقدر سختی کشیدم. الان باید تصمیم بگیری، یه بر ماجرا منم، منی که بعد این همه سال رفاقت حاضرم جونم و پای رفاقت بذارم، با همه این عوضی بازی هم بازم میدونی که این کارو میکنم. ماجدی هم هست، کسی دو بار جونتو نجات داده. اگه ماجدی نبود تو هم الان نبودی سراب، میشنوی؟ اگه ماجدی نبود تو هم الان نبودی. یه بر ماجرا مفشاره، کسی که مادرت انداخت زندان، آخرم دقش داد، کسی که یتیمت کرد، کسی که انداخت پرورشگاه، ماجدی بود که انداخت پرورشگاه. بابات میخواست بکشدت، ماجدی بود که نزاش. الان تصمیم با توه، میتونی یا پشت یه قاتل رو بگیری، نذاری دنیا تقاص کاری کثیفش رو ازش بگیره، یا میتونی پشت رفیقت رو بگیری، پشت ماجدی رو، کسی که جونتو نجات داده. میشنوی؟ من تو جواب ندی از اینجا نمیرم، تا تصمیمتو نگیری از اینجا نمیرم. زندگی من، آبرو آینده من، سرنوشت من تو دستای توه. رفتن از اینجا، دادگاه خونهشون رو پلوب کرده. شما میشناختینشون؟ من سرایدار ویلای بغلی هستم، بعضی موقع میدونم خونهشون تمیز میکردم. میدونی اینجا چرا پلوب کردن؟ همه میدونن، میگن شوهره رو به خاطر کلاهبرداری قاچاق گرفتن. نمیدونی کجا رفتن؟ نه والا بیخبرم، نمیدونم. شما فامیلشونی؟ ممنون. خواهش میکنم. سلام آقای گرجی، سهراب هستم، الیاسی. من یه کار خیلی مهمی با خانم افشار داشتم ولی ایشون خونه نیستن، تلفنشون هم متاسفانه در دسترس نیست. میخواستم ببینم شما آدرسی یا تلفنی دارید از ایشون به من بدید. ممنونم. ممکنه ذره باز کنیم، باید باهاتون صحبت کنم. بیا تو صحبت. سلام، میتونم بیام تو؟
بیا تو. ببخشید اینجا یکم به هم ریخته است. بشین. اینجا چی کار میکنه؟ اومدی اینجا نتیجه کاراتو ببینی؟ بفرما. خوش اومدی، بشین و تماشا کن. اینه وضع زندگی ما. مینو بهش بگو گمشه بره بیرون. این تو دادگاه علیه بابای من شهادت داده. بهش بگو بره بیرون. این برادر من نیست، دشمن منه. مینو صداتو بیار پایین. حکم دادگاه رو شنیدی؟ میدونی چه حکمی به بابام دادن؟ معلومه که میدونی. تو اومدی اینجا از بدبختی ما لذت ببری. خوشحال چی بدبخت عقده؟ مینو آروم باش. بابای منو میخوان اعدام کنن، اون وقت این آقا با وقاحت تمام وایساده اینجا داره ما رو نگاه میکنه. میگه برو تو اتاقت. دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت تا آخر عمرم. مینو آروم باش. باز چی اومدی اینجا سهراب؟ من اومدم اینجا اون حرفایی که درباره مادرم بهم زده بودین رو دوباره بشنوم. فعلا کارای مهمتر از قانه کردن تو دارم. شوهرامو دارن اعدام میکنن. باید هر کاری که میتونم براش انجام بدم. من اومدم اینجا که کمک کنم. تو کمکاتو قبلا کردی. تو هیچ کمکی نمیتونی بکنی. شاهرخ کاری کرده که بهترین وکلا هم نمیتونن منصور رو نجات بدن. من یه مدرکی دارم که میتونه نجاتش بده. چه مدرکی؟ اول باید همه حرفاتون رو دوباره بشنوم. اگه مطمئن بشم همش درسته، یه مدرکی بهتون میدم که میتونه ثابت کنه شوهرتون بیگناه. من میگم آشنامون تماس بگیرم. جور شده از منصور بگیره، ولی نمیدونست که منصور حتی از وجود تو خبر نداره. فکر میکرد که مادر 10 سال پیش تو رو سخت مامان چی شد؟ هیچی نشد. بشین نه بیرون. چه کار میکنه خانم؟ بدبخت شدم، شوهرم سیاه و کبودم میکنه ببینی ماشینش رو زدم. الو
اما اگه اسمی ازم ببری. تو کی هستی بچه؟ من دست تو چیکار میکنم؟ تو رو خدا حرف بزن، هر چی میخوای بهت میدم، حرف بزن تو رو خدا. جای بچت امن، اما اگه اسمی از افشار ببری یا دوروبر خودش و خانوادش بپنی که کاری میکنم که هیچ وقت بچه تو نبید. چی میگی؟ این پیغام با ست آشنا نیست؟ به قرآن نمیفهمم اصلا چی میگی؟ اصلا نمیدونم کی هستی؟ بچه ما ازم گرفتی، بچه تو ازت گرفتم. علاقا توی؟ خوبه، پس خفف شدی. علاقا؟ علاقا علاقا مادرت با کمک سهیلا مینو رو دزدید، بردش مسافرخونه شهباز، همون جا با منصور قرار گذاشت. مسافرخونه شهباز همون جاییه که 10 سال پیش مادرتو به جرم جاسازی مواد دستگیر کردن. ببخشید، من با یه خانم اینجا قرار داشتم. اینجا اتاق گرفته؟ نمیدونم، فکر کنم. اسمشون چیه؟ مهلقا بیگولی. وای سیگم این وسط ها هم شاهرخ یه نمایشی ترتیب داد و یه پسر بچه رو جای تو جا زد. ولی مادرت خیلی راحت فهمید که این بچه بچه خودش نیست. خوبه، بگم بازشون ببنه. آره خوبه، خوب میرسه، همه چیز خوبه. اون دستت که الان باش صورت تو خاروندی میاری بالا؟ با منصور دعواش شد. مادرت بیماری قلبی داشت، با زمین از هوش رفت. شما به من یه فرصت کوچیک بدید. ایشون آدمی نیست که برای سر اون بچه بیاره. من یه جوری از زیر زبانش میکشم بچه کجاست. بله باشه. پلیس خبر کرده. یه فرصت بدید. سهیلا وقتی فهمید مادرت بیمارستانه، برای من یه نامه نوشت، همه چی رو توش لو داد. منصور از طریق مادرت فهمیده بود این نگهدار بود که تو این 10 سال مادرتو تهدید میکرد. واسه همین با شاهرخ رفت سراغ نگهدار. میفهمی؟ دست درد نکنه بابا چون. دیگه برو با درس مشتا برسیش. آقای جازی. بگو برای گدایی نیومده. فقط یه شناسنامه برای بچهش میخواد. براش قسم خوردم که شما ایران نیستی. گفتم باره همونجی که تا الان بودی. بعد به محض این که از آقا خبری شد بهت خبر میدم. نگهدار یه زمانی راننده ایرج خان پدر بزرگ تو بود. وقتی ایرج خان میمیره میشه آدم شاهرخ. برای همین منصور شک میکنه که نکنه شاهرخ تو داستان پاپوش دوختن برای مادر تو، گم و گور شدن تو دستی داشته باشه. تو اون بلا سرشون بوده؟ نه به جون بچه، ایرج خان خودش آدم اجیر. نگهدار با هماهنگی شاهرخ یه داستانی سرهم میکنه، برای منصور تعریف میکنه. منصورم قانع میشه. اینکه وقتی منصور خارج از کشور بوده، یه زنی با یه بچه کوچیک تو بغلش، با یه صیغه‌نامه محضری میاد دم در خونه. میخواد به اسم منصور شناسنامه بگیره. چی شد؟ وقتی ایرج خان اینو میفهمه، میره سراغ نگهدار. بهش میگه که تو رو بدزده. بره مسافرخونه شهباز و تو اتاق مادرت مواد جاساز کنه. مادرت میفته زندون. ایرج خانم تو رو از نگهدار میگیره. بعد از اونم دیگه هیچ کس از سرنوشت تو با خبر نمیشه. منصور قصه نگهدار رو باور کرد. از یه طرف دیگه منم خودم رو رسوندم بیمارستان. فقط مینو رو به من برگرد. منو از اینجا ببر بیرون.
میبرمت پیش بچه، ولی بدون تا وقتی که اینجا جون بچه در خطره. اگر هم بخوایی مثل اونا با من بازی کنی، فکر کن که داری با جون بچه خود بازی میکنی. زن چی داره میگه؟ من دارم داد میزنم. نه داد نمیزنی، من دارم داد میزنم. با من هر کاری کردی اشکال نداره. چجوری دلت اومد با اون زن این کارو کنی؟ من مادر تو و سهیلا و مینو رو بردم یه جای امن. به مادرت هم گفتم که منصور از هیچی خبر نداره. اون من بودم که تو رو با یه بچه تو بغل دم در دیدم. به شاهرخ گفتم، اونم گفت من قضیه رو حل میکنم. ولی حالا بعد 10 سال تازه فهمیدم که قضیه رو چه جوری حل کردم. یه جوری قرار رو بچین که بعدش پیش سهرابم باشم. من به مادرت قول دادم جای تو رو از زیر زبون شاهرخ بیرون بکشم. شاهرخ وقتی فهمید من همه چی رو میدونم تهدیدم کرد که شریک جرمشم و اگه منصور بفهمه با تو چی کار کردیم ازم نمیگذره. اما من سر قولم به مادرت وایستادم. شاهرخ رو وادار کردم که تو رو به مادرت برگرد، به این شرط که مادرت تو رو بگیر و بره، به هیچ کس هم هیچی نگه. اونم قبول کرد. قرار بود نگهدار تو رو بیاره سر قرار، از اون طرف هم مادرت خودش رو برسونه، ولی مادرت نیومد. سهیلا زنگ زد و گفت که مادرت بیهوش شد و الان بیمارستانه. سکته کرد. اگه قبول میکردی هزینه‌ش رو بدم، الان یه جای بهتری خاک بود. تو ترسیدم نمک گیر شد. نمک گیر بشین گرفتار بشین. من و منصور خیلی بیشتر از اینا به محلقا مدیونیم. کاش میشد گذشته رو برگردون، همه خطاهاش رو پاک کرد. خیلی سخته که مسبب بدبخت یه نفر باشی، یه کسی که دینش گردنته. حتی دیگه نیست که بهش بگی ببخشت. یه رایی واسط دارم که خوب میتونی به جا دینتو ادا کنی. بعد فوت مادرت، سهیلا به پدرت و پلیس هیچ حرفی نزد، ولی از ما خواست که تو رو پیدا کنیم. بعد چند وقت نگهدار ما رو برد پیش یه آدمی به اسم شعبون. نگهدار یه بچه رنجور و مریض رو آورد پیش من. منم دادمش به یکی از این کلیات رو باش گدایی کنه، ولی بچه انقدر مریض بود که 2-3 ماه بیشتر دووم نیاورد و مرد. همه ما حرفش رو باور کردیم جز سهیلا. سهیلا داشت پنهونی توی قضیه رو در می آورد. به من زنگ زد، گفت که شبون دروغ گفته و قطعا تو زنده ای. بعدش دیگه از سهیلا خبری نشد. من رفتم دم در خونش. صابخونه گفت که شبونه اسبابش رو جمع کرده و رفته. خب برام عجیب بود. رفتم دفتر ماجدی، بهش گفتم چه بلایی سر سهیلا آوردی. گفت با پول خریدمش. ازش متنفر شدم. میدونستم که به خاطر پول تمام این بلاها رو سر تو مادرت آورده. ازش خواستم که جای تو رو به هم نشون بده.
اگه بری این تو بگی دنبال یه بچه شیش انگشتی میگردی میگیرنت. فکر میکنم مادرشه، مادری هم که بچهشو بذاره سر راه مجرمه. میدونی که میدونی که دیگه منصور بدون اینکه به ما بگه در به در دنبال تو بود. شاهرخ تو فهمید خیلی ترسید، واسه همین یه نقشه سرهم کرد و منصور رو فرستاد سمت شعبون. شعبونم همون داستان ایرج خان رو برای منصور تعریف کرد. شعبون بابا تو آورد پای یه درخت تو باغ پدری منصور، گفت که ایرج خان جسد تو رو اینجا خاک کرده. بابات هم قبول کرد. شما هم سکوت کردی. من کم آوردم، عذاب وجدان داشتم، ولی نمیتونستم جلوی شاهرخ وایستم. خب منم آلوده بودم، اگه منصور میفهمید برای همیشه قیدمو میزد. براتون مهم نبود چه بلایی سر من میاد؟ خب اگه نبود که نمیومدم سراغت. وقتی مطمئن شدم که الهام و بابک تو رو به فرزندی قبول کردن، وجدانتون راحت شد؟ نه. چرا؟ وقتی پای ارث و میراث میاد وسط، وجدان آدم ها خیلی زود راحت میشه. مسئله من پول نبود، من خود منصور رو میخواستم. نگران اون بودم و دخترم مینو. فکر خودم و دخترم بودم. به جاش آینده من رو قربانی کردی. من سویلا رو پیداش کردم. کجاست؟ حالش خوبه؟ شاهرخ که بلای سرش نیورده. امروز دارم میرم دنبالش. برای چی؟ تا رازیش کنم علیه برادرتون شهادت بده. میخوای علیه شاهرخ شکایت کنی؟ شما اگه دلتون بخواد میتونید ما هم بیاییم. پس پرونده منظور چی میشه؟ اون مدرکی رو که قولشو دادی؟ اون مدرک سر جاشه، به موقعش میرسه دست پلیس. میخوام حق پدر و مادرم از برادرتون بگیرم. اگه از دایی شکایت کنه پای تو هم گیره. هوای شهر